هشت گیاه که نگهداری ازشون به سلامتی شما کمک میکنه. مخاطبین کانال یوتیوب شری ولنس خوش اومدید. این روزها که بیشتر از گذشته در فضای داخلی باید بمونیم، وقتش هست که به این فضاها بیشتر رسیدگی کنیم. آیا میدونید در خونه شما ممکن هست آلاینده های مضر بیشتری نسبت به خارج از خونه وجود داشته باشه؟ به این گازها ترکیبات عالی فرار یا VOC گفته میشه. مواردی مثل خوشبو کننده هوا، وسایل کارهای دستی، رنگ و حتی پاک کننده های خونگی میتونن VOC های مضر رو اطراف شما منتشر. اما نگران نباش، در ویدئوی امروز به شما میگم که چطور میتونید این مشکل رو حل کنید و فضایی با هوای تمیز در خونه های خودتون ایجاد کنید و با استفاده از گیاهان میتونید به این هدف برسید. گیاهان واقعا فواید سلامتی دارن، میتونن روحیه شما رو تقویت کنن، واقعا هوای خونه شما رو تمیز میکنن. درباره این موارد و موارد دیگه با شما صحبت میکنم. اولین گیاهی که باید در خونه خودتون داشته باشید گیاه عنکبوتی یا گل گندمی هست. این گیاه یکی از آسون‌ترین گیاه از نظر مراقبت هست، حتی اگه در کشتن گیاها هم مهارت دارید. گیاه عنکبوتی میتونه از زیر دست شما جون سالم به در ببره و برای خونه شما مناسب باشه. این گیاه با ظاهر بسیار زیبا نور زیاد و غیر مستقیم خورشید رو ترجیح میده و اگه حیوانات خونگی در خونه داشته باشید هم انتخاب بسیار خوبی هست، چون برای حیوانات غیر سمی و همچنین بسیار مقاوم هست. حواستون باشه که این گیاه رو چند بار در هفته آبیاری کنید. طبق یک مطالعه از ناسا، گل گندمی در تخلیه فرمالدهید از هوا فوق‌العاده هست. البته این مطالعه در شرایط کاملا کنترل شده انجام شده و ممکن هست به اندازه ادعای این مطالعه برای شما کارآمد نباشه. اما برای اطمینان از اینکه از مزایای این گیاه برای کاربرد پاک کننده هوا بودنش بیشترین بهره رو ببرید، نزدیک نگه داشتن یکی ازشون در فضای اطرافتون ضرری نداره. همچنین گفته میشه این گیاه مونوکسید کربن و زایلین رو از بین میبره. یک نکته بامزه در مورد این گیاهان عنکبوتی اینه که میتونید گیاهچه‌هایی که سر برگ‌ها رشد میکنن رو جدا کنید و دوباره بکارید تا گیاهان عنکبوتی بیشتری داشته باشید و به دوستان و خانواده خودتون هدیه بدید یا مجموعه خودتون رو بزرگتر کنید. گیاه بعدی رو باور نمی‌کنید، اما قبل از رسیدن بهش فراموش نکنید که لطفاً کانال شری ولنس رو سابسکرایب و نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید. شماره 2 سانسپریا یا زبان مادر شوهر یا گیاه ماری و یا شمشیری. این گیاه با این همه اسم هم یکی دیگه از گیاهان بسیار آسون برای نگهداری در خونه هست. دوست داره خاکش بیشتر خشک باشه تا مرطوب و نیازی نیست که روزانه آبیاری کنید و میتونه طیف گسترده‌ای از میزان نور رو تحمل کنه. پس در اکثر اتاق‌ها میتونید جایی براش پیدا کنید. این گیاه بسیار جالب و قابل توجه هست و گفته میشه که به همراه از بین بردن مواد شیمیایی مضر مثل فرمالدهید، زایلین، بنزن و تریکلوروتیلن اکسیژن هم در هوای اتاق آزاد میکنه. شماره 3 گل داوودی. اگر قصد دارید به اتاق نشیمن و یا آشپزخونه رنگ و بو اضافه کنید، گل داوودی یک انتخاب عالی هست. در بسیاری از رنگ‌ها از جمله سفید، نارنجی، زرد و صورتی وجود دارند. اما صاحبان حیوانات خونگی مراقب باشید که این یکی برای گربه‌ها و سگ‌ها سمی هست. در داخل خونه این گیاهان را مرطوب و در معرض نور آفتاب قرار بدید و وقتی هوا گرم هست میتونید بیرون از خونه هم بکارید. گل‌های داوودی در بحث تصفیه هوا در بالای لیست قرار دارند و گفته میشه که سوم رایج موجود در هوا مثل فرمالدهید، زایلین، آمونیاک و بنزن رو از بین میبرن. با این حال فقط زمان این کار رو میکنن که گل‌ها شکوفا باشن. پس شما حدود 6 هفته این گل‌ها رو به عنوان تصفیه کننده هوا دارید. شماره 4 فیکوس بنجامین. طبق مطالعه هوای پاک ناسا، بنجامین یکی از مهمترین مدعیان برای پاکسازی سموم منتقل شده از طریق هوا مثل فرمالدهید و زایلین هست. متاسفانه این گیاه هم برای گربه ها و سگ ها سمی هست. پس از حیوانات خونگی خودتون دور نگهش دارید. از طرفی مراقبت ازشون بسیار آسون هست. فقط از نور مستقیم خورشید دور نگه دارید و اجازه بدید خاک قبل از آبیاری مجدد کاملا خشک بشه. این درختچه ها میتونن بسیار بزرگ بشن و رشد کنن که بسته به وضعیت و جای زندگی شما میتونه یک مورد مثبت یا منفی باشه. شماره 5 دراسنا. این گیاه برای کسانی که چیزی کمی متفاوت برای خونه خودشون میخوان مناسب هست. در واقع شما میتونید از بین بیش از 40 نوع مختلف ازش انتخاب کنید. این گیاهان توانایی از بین بردن سموم مضر مثل تریکلوروتیلن رو دارن که این سم میتونه از مواد پاک کننده رنگ خونگی، پاک کننده های لاک
و حتی چسا در فضا منتشر بشه. صاحبان حیوانات خونگی مراقب باشید. این مورد دیگه هست که برای دوست چهارپای شما سمی هست. این گیاه به مقدار متوسطی از نور خورشید نیاز داره. پس مطمئن بشید که در اتاقی قرارش میدید که چند ساعت نور داشته باشه. همچنین میتونن در هر جایی بین 2 تا 3 متر رشد کنن. پس مطمئن بشید که فضای لازم برای این گیاه رو دارید. شماره 6، پاپیتال. یکی از گیاهانی هست که مراقبت ازش بسیار آسونه و میتونید در همه مکانها نگهداری کنید. این مورد مخصوصا اگه دوست دارید موهای خودتون رو در خونه رنگ کنید بسیار عالی هست، چون گفته میشه که این گیاه سطح تریکلور اتیلن، فرمالدهید، زایلین، آمونیاک و بنزن که در بسیاری از محصولات آرایشی یافت میشه رو کاهش میده. برای حمام بسیار مناسب هست، چون گفته میشه این گیاه به از بین بردن کپک هم کمک میکنه. متاسفانه برای گربه ها سگ های شما سمی هستن. پس اگه دوستان خزدار در خونه دارید حواستون باشه که این گیاه رو در دسترسشون قرار ندید. روزانه مقدار زیادی آب و حداقل چند ساعت نور مستقیم خورشید برای این گیاه فراهم کنید. هرچند میتونه سطح کمتری از نور رو تحمل کنه. این کار از مواردی هست که مراقبت از این گیاه رو آسون میکنه. شماره 7، اسپاتیفیلوم. تنها فکر کردن به این گیاه زیبا آرامش بخش هست، به دلیل داشتن تعرق بالا مشهور هستن. به این معنی هست که وقتی به این گیاه آب میدید، آب در طول زمان در گیاه در جریان هست و به بازگشت رطوبت به اتاق کمک میکنه که باعث کاهش گرد و غبار در اتاق میشه و در نتیجه میتونه باعث کاهش تحریک چشم، بینی و دهان در اثر گرد و غبار بشه. مطالعه نشون داده که گیاهانی که از این دست هستن میتونن 20% گرد و غبار رو کاهش بدن. این گیاه هم برای حیوانات خونگی سمی هست و فقط به نور آفتاب صبحگاهی نیاز داره. میتونید برگ‌ها رو آب پاشی کنید و مطمئن بشید که خاکش به اندازه کافی مرطوب باشه. شماره 8، آلوه ورا. یکی از آسون‌ترین گیاهان برای مراقبت در لیست ما و همچنین یکی از گیاهان بسیار پرمصرف هست. گیاهی هست که ژل تسکین دهنده آلوه ازش به دست میاد و یک داروی فوری برای سوختگی و ترمیم زخم هست. اثرات درمانی برای بیماری‌های پوستی مثل اگزما، پسوریازیس، گزش حشرات و تاول‌ها داره. نگهداری در آشپزخونه برای تسکین سریع سوختگی و یا زخم بسیار عالی هست. فقط یکیشون رو شکسته و مایه شفاف داخلش رو با فشار خارج کنید. این گیاه در زیر نور کامل خورشید رشد میکنه و گفته میشه که به پاکسازی هوا از سمومی مثل فرمالدهید و بنزن کمک میکنه که ناشی از مواد شوینده و مواد کفسازی هستن. فقط یک نکته بد، این که برای حیوانات خونگی شما سمی هستن. این یک نقطه شروع عالی برای ورود گیاهان بیشتر به خونه شما هست. حالا که میدونید از کدوم گیاه باید مراقبت کنید، در اینجا برخی از مزایای سلامتی رو براتون میگم که با افزودن برخی گیاهان به خونه ازشون بهره مند میشید. از مزایای بهداشتی و سلامتی مثل اینکه چطور هوا رو از سموم پاک میکنن راجبش صحبت کردم. اما گیاهان خونگی میتونن سموم مضر رو به دام بندازن و باعث آزادسازی مجددشون با آسیب کمتر در فضا بشن. علاوه بر مطالعه ناسا که قبلا اشاره کردم، مطالعه دیگه نشون میده که داشتن گیاهان خونگی میتونه تا 10% دی اکسید کربن رو در خونه از بین ببره. مراقبت و نگهداری ازشون روحیه شما رو تقویت میکنه. بله، گیاهان یک روش طبیعی روزانه برای ایجاد احساس خوب و دادن روحیه به شما هستن. لمس برگ‌های نرم و صافشون میتونه به شما کمک کنه تا آروم‌تر بشید. با مراقبت از گیاه میتونید احساس ترحم رو افزایش بدید و طبق یک مطالعه افرادی که وقت خودشون رو برای مراقبت از گیاهان صرف میکنن بسیار بیشتر مراقب دیگران هستن. اگه گیاهی دارید که گل میده که چه بهتر، چون بلافاصله با نگاه کردن به گلهاش احساس خوشبختی میکنید. بر اساس یک مطالعه، مراقبت و پرورش گیاهان میتونه به بهبود عملکرد حافظه هم کمک کنه. درمان کلنگرانه. برخی از افراد از باغ‌ها و باغچه‌ها به عنوان درمان استفاده میکنن. خواه این کار ساده باغبانی باشه و یا اینکه فقط در باغ قدم بزنید. تا به حال از باغ‌های عمومی زیبا دیدن کردید؟ بسیار آروم هستن و این یکی از روش‌های این تب هست. تحقیقات نشون میده که این تب میتونه به بهبود سلامت مبتلایان به اسکیزوفرنی، افسردگی، زوال عقل و حتی کسانی که با سرطان مرحله آخر مبارزه میکنن کمک کنه. گیاهان یک گزینه عالی هستن و میتونن باعث تقویت روحیه شما، داشتن روابط بهتر و احتمالاً به افزایش بهره‌وری شما کمک کنن. برخی تحقیقات نشون دادن که اگه گیاهان برای حضور در اطراف شما مناسب نباشن، حتی یک عکس ازشون هم اثرات مشابهی داره. به یاد داشته باشید برخی از گیاهان
دهان میتونن حساسیت و آلرژی رو تحریک کنن، به خصوص اگه گل داشته باشن. پس قبل از آوردنشون به خونه تحقیقات خودتون رو در این مورد انجام بدید. حالا قصد دارید گیاهان بیشتری برای خونه خودتون تهیه کنید؟ گیاه مورد علاقه شما تو این لیست کدوم هست؟ لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برای ما بنویسید و همینطور لطفاً کانال شری ویلنس رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید مطلع بشید.